سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید زنگوله کنارشو بزنید. سید حسن آقامیری با انتشار پستی اینستاگرامی نوشت حالم از دنیاتون به هم میخوره، کثافتایی که با آبروی آدم‌ها بازی میکنید. گن بزنم به اون صدا و سیمای لجن که شیره جون آدم‌هاشو میگیره و وقتی اونها به حمایت نیاز دارن از پشت بهشون خنجر میزنه. من دهنمو باز میکنم بی‌شرفا، این دختر بی‌پناه شده بود. شما به خاطر سیاست‌های کثیفتون آدم‌ها رو مجبور میکنید خودشون نباشن، بعد هم متهمشون میکنید به نفاق. آه صدا و سیما تو همین دنیا آه بچه‌هاش یقتون رو میگیره. حالم از دنیا و سیاست‌هاتون به هم میخوره. بد دنیایی دارید، بد آخرتی دارید، بد عاقبتی دارید. کاش توبه کنید که اونم شما مردش نیستید. بچسبید به صندلیاتون، صندلیایی که دین و شرفتون رو به خاطرش دادید. منتظر بلای بزرگ باشید. سید حسن آقامیری. پینوشت خانم نامداری به حضرت زهرا اشکان بند نمیاد. نعیمه نظام دوست با انتشار پستی اینستاگرامی نوشت آزاده نامداری در کمال ناباوری ساعتی پیش فوت کرد. خبر تلخ و کوتاه بود ولی دردناک. شوک بد و غمبار سال 1400 که فقط خیره شدم به نقطه ای و دارم فکر میکنم که چقدر خشمگین بودیم زمانی و چه ظالمانه وقتی نقطه ضعفی از کسی میبینیم بهش حمله میکنیم و باعث میشیم انسانی در حاشیه جنجالی زندگی از دیده ها پنهان بشه و سالها کار نکنه و بعدم از دنیا بره. روحت شاد عزیزم. انا لله و انا الیه راجعون. با نهایت تأسف و تأثر در کمال ناباوری آزاده نامداری مجری تلویزیون ایران دارفانی رو ودا گفت. نرگس محمدی با انتشار پستی اینستاگرامی نوشت مگه میشه تو دو روز پیش بهم پیام دادی؟ چجوری 48 ساعته که؟ مگه میشه با اون همه ذوق تولد منو تبریک گفتی؟ باورم نمیشه گندم چی؟ وای چه سالی برامون ساختی. خدا صبر بده به خانواده، به مادرت و دخترت. برزو ارجمند با انتشار پست اینستاگرامی نوشت خانم نامداری رو نمیشناختم، یعنی اونقدر میشناختم که همه مردم. روحشان شاد باشه و یک بار برای همیشه تصمیم بگیریم که آدم‌ها رو قضاوت نکنیم. چه عادت بدیه این گونه قضاوت کردن. برای خانواده داغدارش صبر آرزو میکنم. لیلا اوتادی با انتشار پست اینستاگرامی نوشت با قلبی شکسته از قضاوت‌ها به بهشت رفتی. حرف که پشتت زیاد باشه گناهانت شسته میشه و بهشتی میشی. حرف‌ها که البته از زبان‌هایی زده شدن که تک تکشان خود گناهکار بودن. پشت هر قضاوت شما یک نفر می‌جوشد، یک نفر می‌سوزد، یک نفر می‌میرد. قبل از اینکه زبانت آلوده کشتن کسی شود، حرف‌های خامت را بگذار خوب بپزند. به هیچ کس برای قضاوت به حرف پشت دیگران مدال نمی‌دهند. برای قضاوت و شستن گناه دیگران منتظر کوچکترین عکس، فیلم یا خبر نبودن بهتره. فلور نظری با انتشار استوری اینستاگرامی نوشت روحت شاد، تسلیت به خانواده عزیزه، یک کودک دیگر بی مادر شد. چقدر بی‌رحمانه قضاوت میکنید. خودکشی، قتل. کمی به خودت سکوت بده، متاسفم برای این طرز فکر. امیر محمد متقیان با انتشار استوری اینستاگرامی نوشت اون از خدا بی خبری که فیلم گرفت و اون بی وجدان هایی که قضاوت کردن. بعضی وقتها حجمه ای که به یک نفر وارد میکنیم ممکنه خسارات جبران ناپذیری به روح و روان اون آدم بذاره. کلمات آدم میکشن. مراقب برخوردمون با آدم ها باشیم. خانم نامداری روحت شاد. دکتر بشیر حسینی با انتشار پست اینستاگرامی نوشت فالوور به جای فاتحه. من بیرحم مجازی از مردن تو به جای عبرت و حیرت حاشیه و مخاطب میگیرم. انقدر سنگدل شدم که به جای اینکه دلم بلرزه و یادم بیفته که خودم هم ممکنه فردا نباشم، نه به تو، نه به خانوادت، نه بازماندگانت، نه مردم و حتی به من غیر مجازی خودم هم فکر نمیکنم. فقط به فکر اینم که با 4 تا فوش و حاشیه خفنتر و دخالت و ادای بیشتر از خون تو نان و نام و دنبال کننده کسب بکنم. آقایون و خانم ها، از امشب فالوورهای آزاده نامداری اگه فاتحه خونش نباشن بشه دردش میخورن. شب اول قبل حقیقتی برای همه ماست که ممکنه همینقدر ناگهانی که سراغ محمد ابوالحسنی هم آمد در خانه ما را بزنن با ریتمی تونتر از دیرین دیرین. بله، هر کسی به هر کدام از ما و هنرمندانمان بد کرده خدا لعنتش کند و باید جواب بدهد. اما من از آدم‌های زامبی شده در فضای مجازی که با فحش و توحش و خونخاری به هیچ چیز دنیا و آخرت هیچ کس جز جذب مخاطب نمی‌اندیشند بیشتر می‌ترسم. حقیقتش از کسانی که این لاشخورها رو فالو می‌کنن هم می‌ترسم. پینوشت البته من از شب اول قبر خودم و اعمال خودم از همه بیشتر می‌ترسم. از اینکه همین متن و پست رو هم برای همین مسخره بازی‌ها گذاشته باشم، نه برای خدا. پینوشت دو، هرچند فحش‌خور دعوت به صلوات و فاتحه توی اینستاگرام بالاست، اما تمام اموات فقط چشم به راه همین ها هستن، نه دعوا و بازی های مجازی ما. پینوشت سه،
خدایا ما گاهی چنان وحشی میشیم که خودمان هم به خودمون رحم نمیکنیم. تو به ما و همه ماندگان و رفتگانمان رحم کن. بهاره رهنما با انتشار استوری اینستاگرامی نوشت: لطفاً بدون توجه به شایعات فقط برای روحش آمرزش و برای خانواده‌اش صبر آرزو کنیم. آزاده نامداری چشم به راه کودک دومش بود. چطور همچین مرگی ممکنه؟ شاد یادش گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.